با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین گرامی رو اجرا میکنم. امروز روز 18 جون هست، جون دو سال 2014 برابر با 28 خرداد 1393 و 19 شعبان 1335. در روزهای چهارشنبه همتون که مطلع هستید تقریبا یک ساعتی 50 دقیقه خدمت شما هستیم. عمدتا موضوع شاهنامه رو مطرح میکنیم. خدمت شما عرض کنم که اینجا کامران برای من این تقویم تاریخ رو در واقع چاپ میکنن، منم یه قطعاتی از این برای شما میخوانم. یاداوری گذشته و چه وقایع مهمی در چنین روزی اتفاق افتاده است. اینجا قاتل ملک فیصل در ملأ عام گردن زده شد. در 18 جنبش این روزی در سال 1175 فیصل سعود شاهزاده سعودی به جرم کشتن عمویش ملک فیصل در ملأ عام گردن زده شد. علتش هم این بود که این شاهزاده درس نمیخوند، یک پولی این عمو میداد، بعد گفتن آقا این درسش خوب نیست، پولش کم کرده، گفته میخوام عمو رو ملاقات کنم. تشریف بردن اونجا خدمت عمو رو کشتن، بعد با اون شمشیر اسلامی گردن زدن. شما ملاحظه بفرمایید، در واقع حالت وحشیانه که بر این داستان حاکم هست مو به تن انسان راست میکند. این احوال وحشیانه 1500 سال پیش گردن زدن هنوز هست. مردم فهمیده و مدنی سعی بر این دارن که در واقع این تصویر کشور رو انسانی جلوه بدهند. هر کشور مثلا در این آمریکای وزارتی بود به نام وزارت جنگ، اومدن گفتن آقا وزارت جنگ یعنی چی؟ ما که نمیخوام جنگ کنیم، اسمی گذاشتن وزارت دفاع، اون خیلی بهتره، وزارت دفاع. این یقه بیرونه، خب این یقه نمیکنیم، وزارت دفاع. اما اینها نه تنها گردن میزنن به همون شیوه از دوزان مدینه، که روی پرچم هم با کمال افتخار یه ساتور هست. دیدید اون ساتور یه پرچم سیاهیست، یک ساتور. لطفا این پرچم عربستان سعودی رو نشون بدید، ببینیم که آثار تبهش از پس قرنها هنوز هست و باعث افتخار هم از یک ساتوری سوی پارچه سیاه و با همون ساتور امروز گردن میزن. دیر جمع میکنن. یه بابایی هم هست، یه بیوگرافی هم داشت که من نمیدم تو مطب دکتر بودم کجا دیدم، عکسش هست و شمشیراش و سرشی چند سر بریده و چندی نفر هستن، البته مشغول کار هستن که مطمئن باشن داستان استبداد این خانواده سعودی برقرار خواهد بود. اینا نگهبانان حرمین شریفین اونجا هستن با بچه هاشون. اینا سخن از پرچم شد امروز روزگار. بله بله، ببینید این حالا خوبشه، بعضی از اینا هست لا اله الا الله محمد رسول الله، اونم شمشیرشه. معنیش اینه که در این مملکت جای آدمی که معتقد به این داستان نباشه نیست. دومی که کار ما با شمشیر بوده و برافراشتن این پرچم، عرض کنم که به قوت این شمشیر بوده، که البته شمشیر هم دوزی بوده. خنده‌دار اینجاست که شمشیر مردم رو میدوزیدن و گردن مردم میزن، خود اینقدر این شمشیر ساز نبودن که نه شمشیری بلد بودم بسازن نه منظر. یه خانمی زنگ زده به من اینجا پیغام مفصل گذاشته که آقای مشیری، مگه ما در صدر اسلام دار داشتیم، تناب دار داشتیم؟ مگه ما در تناب دار زندان داشتیم که شما میگویید اینا هم مثل همونا هستن؟ خانم عزیز، داشتن دار یه درجه از مدنیت رو میخواد. اولی که باید چوب داشته باشی، اینا نداشتن. شما تشریف ببرید در تمام بیابانه عربستان 5 این چوب پیدا کنید، برید نشون بدید، من طرفان پس میگیرم. چوب لازم دارید، خیلی هم چوب میخواید، چوب خیلی همچین درست حسابی میخواید و بعد یه بگم عمود پس کنید، بعد قرقره میخواید. اینا که نداشتن که تعداد دار بکشن، که بعد که یاد گرفتن از ایرانی ها و چوبای ایران رو بختن اونجا دارم پیدا شد.
یکی هم زندان. زندان لازمش پدر جان یک جاییست، داستانیست که اینا صاحب این حرفا نبودن. با این دلیلی که شما میارید واقعا دارم خندش میگیره. اینا نه، کارشون فوری بود، قصاص. قصاص که زندان لازم ندارد که. هر کی اینه کشونو بکشه، چشی داره چشیش داره، دست مقابل دست، دندان مقابل دندان. باری بعض برتر این هست که این برای بچه هایی که وارد این استادیوم های ورزشی میشوند که فوتبال در جریان است و این فوتبال بزرگترین سرگرمی انسان مدرن شده است و خواستگاه این فوتبال هم انگلیس بوده است و اتفاقا انگلیس که مخترع فوتبال بوده فقط یک بار برنده جام شد، اون هم شک و تردید درش بود تو بازی آلمان در سال 1966 اگر اشتباه نکنم. بله بازی در لندن بود و هر می شود که یک بار برنده مسابقات شد است و دیگه هم به چیزی نشد. در حقیقت به نظر می رسد که فوتبال اینا بیشتر باشگاه محور هستن تا تیم ملی و اینا. باری آیا ما با پرچم جمهوری اسلامی برویم در این چیز استادیوم و بچه های ایران رو تشویق کنیم یا با پرچم شیر خورشید؟ عرض میکنم که خب نظر دو گونه است. این پرچمی که این آخوندها ساختن و یک عنکبوت هم به او چسباندن ارزش و لیاقت پرچم ایران بودن رو ندارد. نشانی از ایران باستان و از عظمت کشور در این پرچم نیست. این یک پرچم آخوندی است، این پرچم گدایی است، این پرچم دارای هیچ گونه عزت و شرفی به نظر من نیست. به جهت اون که پرچم های کشورها، نگاه کنید پرچم هند، پرچم آلمان، اینها در واقع عناصر مهم فرهنگی یک کشور سیمبولایز میشه در یک تصویری بر روی پرچم. کما اینکه همین عربستان که دید لا اله الا الله محمد رسول الله یه ساتور، درسته اینا پرچمشون درسته، گویای تاریخشون هست. اون سیاهی علامت سیاه دلی و تیر روانیه، عرض میشود که آینه هست. اون ساتور هم میگوید ما با این ساتور عرض کنم که توانستیم چند مملکت رو غارت کنیم و اینا، و اون کلام عرض کنم که عربی که میدونید که معنی چی هست و اینا، درسته. این کاملا اگر غیر از این بود اشتباه بود، این همونیست که باید باشد. اما این پرچمی که جمهوری اسلامی درست کرده است، علامت اون چنانیه که معنی الله دارد هست، این نماینده مملکت بزرگ ایران، کشور تاریخی نازنین زیبای ایران زمین نیست. و یک روزی بنده شک ندارم اگر در روزگار ما هم نشود، در آیندگان خواهند اندیشید به این کاستی ها که ملایان آوردن. ایران زمین محل زندگانی اقوام مختلف و محل زندگی اصحاب ادیان مختلف بوده است که به آزادی زیستن در اون کشور. این الله مال جاییست که در واقع این عربستان سعودی که دیگه هیچ غیر مسلمانی اونجا حق نفس کشیدن ندارد، و یک فرض کنید پسر مسیحی، نوجوان مسیحی باید بره و زیر پرچمی جان بدهد، یا زرتشتی یا باهایی یا غیره، که اون رو به رسمیت نمیشناسن. این است که هیچ گونه نشانه‌ای بر روی این پرچم نیست. اما به هر صورت آخوندها من این رو علم کردن، چندین سال جنگ بوده، نمیده کشته شدن زیر سایه این پرچم. داستان مشکلی است. پرچم ایران همون پرچم شیر و خورشید است. شیر و خورشید که این شیر و خورشید متعلق به هیچ خاندانی نیست. این شیر و خورشید روی این پرچم بوده است از روزگاران قدیم. خوندم براتون، عرض کنم اون شعر خاقانی رو،
این است همون صفه که از حیبت او بردی بر شیر فلک حمله، شیر تن شادروان. در ایوان مدائن رو میگوید، در این صفه میگوید اونقدر این پرچم عظیم و بلند بود که به شیر فلک که یکی از صور فلکیست، شیر تن شادروان یعنی شیری که بر پیکر پرچم بود که باد که میوزد چنان است که گویی حمله دارد میکند به آسمان. ما همه شیریم شیران علم، حمله من از باد باشد دم به دم. حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. بله، بسیار بسیار قدیم است و در قانون اساسی مشروطه هم آوردن که علامت رسمی کشور ایران، ملت ایران، شیر است و خورشید. این شمشیر هم درش منظور نشد، منتها این از قدیم بود، از زمان آقا محمد خان قاجار. حالا برای زیبایی یا هرچی شمشیر کج عربی هم دست شیر دادن. این یاسر باری پرچم ایران همون پرچم شیر خورشید است، اونجا در دل مردم هست عمدتاً پرچم شیر خورشید است. اون پرچم هم پرچمی است تحمیلی. هر می شود که این روزها هم بازار فوتبال داغ است. همونطور که مثلا بنده نه فوتبالی هستم نه فوتبال میدونم چی هست و اینا، از روزگار قدیم بچه بودیم دوست داشتیم تماشا میکردیم و اینا. فوتبال ایرانی فوتبال ریشه داری است نسبتاً، نمیدونم 70-80 سالی اینا، و خیلی کشورهای منطقه مثل عربستان و کویت و بحرین و همین نایجریا آلجریا اینا فوتبالی نبودن. حالا میگویند این مایه عظمت و افتخار ما بوده است که رفتیم و گل نخوردیم، عجب بردی کردیم. و یه چیز خنده‌داری است واقعا. و این فوتبال هیچی نخواهد شد، من به شما قول شرف میدم، تا استبداد در مملکت حاکم است و تا این فساد ملایی هست و تا زمانی که این مافیای آخوندی که من شنیدم در ورزش بسیار نفوذ دارد و در فوتبال بسیار تأثیر دارد هست و شایستگان وارد میدان نمی شوند و خیلی خیلی از عرض میکنم مناسبات پر از فساد هست در باب ورزش فوتبال، هیچی این فوتبال نخواهد شد. یعنی منتظر نباشید که حالا یه روزی به این زودی بچه های ایران مثلا جام جهانی رو ببرن اونجا بدن به امام زمان، چنین اتفاقی نمی افتد. این روسیه شوروی در روزگار سابق عرض میکنم برای خودش یه قول ورزشی بود، یعنی المپیکا که می شد و امریکا اول می شد، خیلی وقتا اونها شوروی ها اول می شدن، اما در فوتبال چیزی نشدن. همه لگسی فوتبال شوروی به گمان من یه تن بوده، یک نفر گولر داشتن به نام یاشین اگر اشتباه نکنم، این یادگار چند دهه فوتبال شوروی است به جهت اینکه خیلی چیزها طلب میکند داشتن فوتبال متعالی اگر من اشتباه نکنم، اون تعالی و اون مناسباتی که لازمه پیشرفت این ورزش هست و درخشیدن در میدان‌های ورزشی در ایران ما نیست. این است که به گمان بنده همونطور که به کرات و مرات عرض کردم، این یکی ورزش در مملکت ما چیزی نخواهد شد. منتظر برنده شدن جام جهانی لطفا نباشید. بله، پایان سلطنت در مصر روز 18 جوان 1953، رژیم سلطنتی در مصر پایان داده شد و این کشور رفت کنم به نظام جمهوری به ریاست محمد نجیب برقرار شد. بله، اینم از این. ما یک زنی داریم به نام ژان دارک، بانی به نام ژان دارک، تبدیل شد به یکی از ژنرال های بزرگ تاریخ فرانسه و در چندین جنگ پی در پی انگلیس ها رو شکست داد. ژان دارک هم شما حتما میشناسید. اینجا در گذشت ابن دن ندیم بغدادی رو داریم، مورخ و کتابشناس مسلمان. عرض میشود که در تغییر کلاه دو بار در زمان مرحوم رضا شاه کلاه عوض شد. یک کلاه پهلوی داشتیم، اولی شیر و خورشید داشت یک لبه،
مثل کلاهای ژاندارم‌های فرانسه بود، این رو به سر مردم گذاشتن به دستور و بعد کلاه رو عوض کردن، کلاه لبه‌دار، کلاه شافو به قول معروف با بخشنامه. در 28 خرداد 1314 برای دومین بار از زمان روی کار آمدن رضا شاه کلاه کارمندان عوض شد. طبق بخشنامه‌ای که در این روز در ایران به ادارات دولتی و سازمان‌های دیگر ابلاغ شد، از اون پس کارمندان دولت و مردانی که به سازمان‌های دولتی مراجعه می‌کردن باید کلاه شاپو یعنی تمام لبه بر سر می‌گذاشتن. قبلا دستور داده شد که از کلاه پهلوی یا کلاه یک لبه، بله مشابه کلاه نظامیان فرانسه که کلاه کپی گفته می‌شد، استفاده کنند. در بخشنامه تازه اخطار شده بود که عدم رعایت دستور موجب انتظار خدمت کارمندان است. خب در چنین روزی سردار اسعد، حاج علی قلی خان سردار اسعد با سواران بختیاری در واقع به سوی تهران به حرکت در آمدن و در نزدیکی تهران با داوطلبان گیلانی یکی شدند و مستبد معروف قاجار رو راندنش به سفارت روس. و این روز یک روز مبارک و میمونی در تاریخ مملکت ماست و من بسیار بسیار متاسفم و متاثرم شخصا و این تاسف و تاثر رو با راکت وقت شما اعلام کردم که بسیار متاسفم مملکت ما نیاز به اصلاحات داشت و این پادشاهی مشروطه نیازی بر جای خود می بود و مردم حکومت می کردن و همونطور که پیشبینی شده در اون قانون اساسی بایستی تشکیلات شاهی جنبه تشکیفاتی داشت، محترم و معزز، پشتیبان ملت و پشتیبان قانون و پشتیبان سنن زیبای ایرانی باقی می ماند که نماند و خودشان به خودشان کردند در واقع و خودشان برانداختند این سیستم حکومتی رو و کشور ما رو به درکات نکبت آخوندی فرو انداختند. این داستان این رژیم در واقع میوه تلخی است از اون رژیم متاسفانه. در چنین روزی حکیم ابوعلی سینا درگذشته. اروپایی ها ابن سینا رو آویسنا خطاب میکنن و تا قرن 18-19 کتاب قانون ابن سینا به عنوان تکست پزشکی تدریس میشده است و ابن سینا که از مشاهیر تاریخ ایران زمین بلکه جهان هست و اروپایی‌ها به خوبی میشناسن. ایران محل تولید اطباء بزرگ بوده، ربن طبری و زکریای رازی احتمالاً بزرگترین طبیب تاریخ این زمین است و کتاب الهاوی و طب بالینی در واقع ابن سینا به واسطه نبوغ خارق العاده خدادادی همه اینا رو محفوظ ذهن کرده بود. میشونیم ابن سینا در بیمارستانی کار نکرد، اون رازی بود که در بیمارستان‌های ری و بغداد سالها کار کرده بود. اینا باری کتاب قانون کتاب پزشکی بود در ایشان دوست نداشت که در واقع با غزنویان اینا کار بکند. از حضور خوارزمشاه گریخت و به اصفهان رفت در تشکیلات دولت. چشم از جهان فرو بست. در واقع در سال 1037 میلادی بله علائم بیماری ها رو معلوم کرده بود، یعنی برای تشخیص بیماری بو علی میگفت اینها سیمپتوم هست، نشانه های بیماری، کتاب قانون. و انقدر دانا بود که این دو کتاب معروفی که نوشت، کتابی که در فلسفه نوشت اسمش گذاشت شفا، کتابی که در پزشکی رو گذاشت قانون، یعنی شفای حقیقی و سلامت در جامعه از طریق فلسفه و تفکر میاد. این خیلی کار رندانه بوده ابو علی کرده. کتاب در فلسفه رو گذاشت شفا، کتاب قانون در طب گذاشت قانون. بله مرد را حکمت همی باید که دامن گیردش تا شفای
بو علی جوید نه جاج بهتری از انوری. بله اینجا مطلب خیلی زیاد است. ناپلئون در سال 1815 در 18 جوان عرض کنم که در محل واترلو از دو ژنرال انگلیسی و آلمانی شکست خورده است، فیلد مارشال بلوخر آلمانی و ژنرال ولینگتون در واقع، اینها با تاکتیکی که به کار بردن توانستن این ناوبری بزرگ میدانهای جنگ رو شکست بدهن. بله اینا مطالب مهمی بود از تاریخ خدمتتون عرض کردم. درود بر شما هموطنان گرامی. خانم مهستی میخوندن، این بانوی زیبای خوش لهجه ایرانی، و بعد بیاد آوردم که ایشون بیمار شدن و در واقع در همینجا به خاک رفتن. و بعد این فکر برای من پیدا شد که اگر به سطح کره زمین حرکت کنید، از چین بگیرید تا هندوستان و مغولستان، هر جا که شما در این مناطق عبور کنید گورهای ایرانیان هستند، تا ترکیه و در عصر جدید آمریکا شده است نمیدونم خانه دوم ایرانیان، عمدتاً از نابسامانی وضعیت وطنی، کسی دلش نمیخواد وطنش رو ترک بکنه. یک روزگار ایرانیان از گرفتار حمله مغول شدن، اینا میامدن و صنعتکاران ایرانی رو جدا میکردن و مغولستان میبردن و غیره گردن میزدن. یک زمانی به چین میبردن. یک روزگاری تیمور لنگ پیدا شد، در این آب و خاک کار میکرد، گردن میزد، قتل عام میکرد و میبرد به سمرقند اونجا و شهرهای اون منطقه رو با صنعتکاران ایرانی. یک روزگاری روشنفکران ایرانی از تعصبات آخوندهای صفوی گروه ها گروه میگریختن به هندوستان. اونجا چند پادشاه دانشمند دانا مثل اکبر شاه و شاه جهان اینها بودن، میپذیرفتن. یک روزگاری از فرط عرض میکنم که بیچارگی وضعیت داخل ایران به ترکیه میرفتن، اونجا میمردن. این از که چون نیک بنگریم تاریخ ایران غم‌انگیزتر از تاریخ یهود هست، ولی اونها این عقل داشتن که این داستانها رو جمع آوری بکنن و برای در تاریخشون جا بدن، روزهای خاصی رو به بقای خاصی نسبت بدن و یک اتفاق و اتحادی مبتنی بر این مشترکات غم‌انگیز به وجود بیارن. ما ایرانیان هرچه ما دچار در واقع تراژدی های ملی بیشتر شدیم، از هم دیگر گسیخته تر شدیم. امروز هم دچار تراژدی و گرفتاری اسارت یک مش آدم های وحشی هستیم. اینها ذهنیت مدنی ندارن، این آخونده آدم های وحشی هستن، یه عمامه دارن، یه چهار تا چیز فقهی هم چیز کردن، اما وحشی هستن. اینها کارهایی نکردن، وحشی ها نمی کنن. آقا چنگیز خان دستور داده بود حق ندارید کسی رو شکنجه کنید. دستور چنگیز خان مغول این بود که کسی شکنجه نشود. این آخوندها شکنجه جز لاینفک تعلیمات و دستوراتشون هست، کما این که اون سخنرانی اون پاسدار بود میگوین بچه های شمال شهر اینا طاقت آنچنانی نداشتن، یعنی با دو تا سیلی میزدیم چهار تا کلاغ کافی بود. و در واقع چنگیز خان یک چیزی هم گفته است در بخارا که درش یک حقیقت هست، من اون خدمت شما عرض میکنم. مردم بخارا رو جمع‌آوری کرد در مسجد، گفت من خشم خدا هستم، بر من نگیرید که چرا میخوام همه شما رو قتل عام کنم تا چند دقیقه دیگر. اگر شما مردمانی بودید که از کنم که لایق زنده موندن بودید،
زیر سایه این دزد که منظور سلطان محمد شد در واقع خدمت نمی کردید، یک کاری می کردید که یه آدم بهتری به شما حکومت کنه. بنابراین شما چون مرتکب این گناه شدید، خداوند منو فرستاد شما رو بکشم. البته خب این آدم بیابانی دیگه، بالاخره دیگه استدلالشم چی به نظر خودش درست بود. و من هر جا که سوم عصف محمد اغروغ، اغروغ یعنی دوست ترکی اغولی بسیده باشه، خراب میکنم مردمشو میکشم. این است که آیندگان به ما میخندن که ما چگونه آدم هایی بودیم که یک همچین آدم هایی به ما حکومت کردن و مملکت ما رو گرفتن و اموالی مملکت رو برباد دادن و در واقع کوچکترین در واقع طریقی برای ابراز آزادی که حیثیت انسان بدون وابسته است و اجازهش رو ندادن. حالا دوستی از ایران اومدن، دوست محترمی، گفتن من خیلی مایوس هستم که اینا مملکتی دیگر نمونده است واقعا. و بسیاری از مردم هم به مفاسد اخلاقی این ملایان دوچار آمدن. خب یک جلد عرض کنم که دوم شاهنامه دست من است. عرض کنم که چاپ مسکو، من یک قطعاتی از این برای شما میخونم از جنگ مازندران که چگونه کیکاووس به مازندران رفت. بله خدمتتون مقدمه رو میخونم. مازندران یکی از مکانهایی بوده است که مدنیت بسیار قدیم داشته. کرمان، سیستان و بلوچستان اینها جاهایی است که هزاران سال پیش از آمدن آریاییان به فلات ایران در اونجا مدنیت برقرار بوده. بنابراین اون که در شاهنامه آمده است در واقع انعکاس حقایق تاریخی است به صورت افسانه‌های ملی. و بعد آریاییان رفتن و مازندران رو تصفیه کردن، اونجا رو احتمالاً غارت کردن، چون آریاییان مردمان عشیره‌ای بودن، اهل غارت بودن به اینها، و بعد رفته رفته تمدن رو از محلی‌های آموختن. به اونا میگفتن دیو. در ابتدای شاهنامه میگه همه چیز از دیوان آموختن، چندین زبان این دیوها میدانستن، خانه سازی، ساختن اسلحه، رشتن و بافتن میدانستن. گفت ما را بکش تا یکی نو هنر، بیاموز نیمت کتایت ببر. میگوید دیو میگوید ما را نکش، ما به تو هنر یاد میدیم. همون گونه که مغولان میامدن و ایرانی ها را میبردن بهشون صنایع یاد بدن، ایرانی ها هم از ساکنان اصلی این سرزمین یاد گرفتن و بعد هم دیگه مخلوط شدن و ملت ایران رو وجود بودن. خب میفرماید درخت برومند چون شد بلند، گراید زگردون برو برگزند، شود در پژمرده و بیخ سوز، سرش سوی پستی گراید نخست. چه از جایه بگسلد پای خیش، به شاخ نوآیین دهد جای خیش. اصطلاحاً در اصطلاح شاهنامه شناسی به این میگوین خطبه، یعنی مقدمه. معمولاً داستانهای شاهنامه با یک خطبه، با یک مقدمه این چنین حکیمانه آغاز میشود که فکریه فردوسی رو به ما نشان میدهد. اینا دیگه جزء از کنم که
اسناد دست فردوسی و نمیدونم خدای نامه ها و شاهنامه ابو منصوری نبوده. اینا فکر حکیم طوس هست که بزرگترین فرزند ایران زمین است. این حکیم فردوسی از کردم شهروند شماره یک ایران زمین هست و ما بسیار بسیار مردمان خوشبختی هستیم که چنین مردی از بین ما ظهور کرد و خوشبخت‌تر که اثرش بر جای ما در از بیان نرفت. حالا مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهاری به کردار روشن چرا، پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا بروبر نهان. گرو بفکند فر و نام پدر، تو بیگانه خانش نخانش پسر. حالا در زبان عوام ما بگونی دیگر هم این بیتو دیدیم شنیدیم، پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش. ولی اصل مطلب اینجاست، گرو بفکند فر رو نام پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. چرا گم شود راه آموزگار، سزد گر جفا بیند از روزگار. چنین است رسم سرای کهن یا کهان، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. چرا رسم بدش باز داند کسی، نخواهد که ماند بگیتی بسی. چو کابوس بگرفت گاه پدر. اینجا حرکت اصلی سخن از اینجا است، داستان از اینجا آغاز شد. اونجا در واقع حکمت عبرت بود، بعد چو کابوس یک مرتبه وارد حرکت اصلی شد. استاد چو کابوس بگرفت گاه پدر، مرو را جهان بنده شد سر به سر. زهر گونه گنج آکنده دید، جهان سر به سر پیش خود بنده دید. همون تخت و هم طوق و هم گوشوار، همون تاج زرین زبرجد نگار، همون تازی اسپان آکنده یاد. به گیتی ندانست کس را همال، چنان بود که در گلشن روزگار. همی خورد روزی می خوشگوار، خوشگوار چنون اتفاق افتاده بود، نشسته بود در مجلس بزرگان و داشت می میزد و صفا میکرد. عرض میکنم که این می جز لایفک فرهنگ ما بوده. وقتی گیو میره بعد از فرمان کاووس که رستم رو بیاره به جنگ سهراب، میگوید همین می خورد با لب شیربوی. یعنی بچه که در واقع لبش بوی شیر میده مشغول می خوردن شده. یعنی اونقدر این داستان اهمیت داشته، داستان می. باری شبت بیگمان زود پرخاش جوی، من از دخت شاه سمنگون یکی پسر دارم و او بود خردکی، همی می خورد با لب شیر بود، شود بیگمان زود پرخاش جود. بله کابوس هم داشت می میخورد. یکی تخت زرین بلورینش پای، نشسته برو بر جهان کت خدای. ابا پهلوانان ایران به هم، همی رازد شاه بر بیش و کم. شو هم میگفت با پهلوانان. چو رامشگری دیو زی پردهدار، بیامد که خواهد بر شاه بار. دیو خودشو به شکل موسیقیدان و رامشگر در آورد و آمد و متقاضی این شد که برود به خدمت پادشاه بزرگ ایران کیکاووس. چو رامشگری دیو زی پردهدار، بردار کسی بود که میستاد حاجب، هر کسی میخواست شاه رو ببینه باید پردهدار رو میدید. دیو آمد و گفت چون این گفت که از شهر مازندران، یکی خوشنوازم ز رامشگران.
شهر یعنی کشور. من از مازندران آمدم و خوشنوازم، یکی خوشنوازم ز رامشگران، اگر در خورم بندگی شاه را، گشاید بر تخت او راه را. گشاید یعنی حضرت عالی آقای پرده دار، اگر من در خور این هستم دوستان منو راهنمایی بفرمایید برم خدمت کاووس. برفت از بر پرده سالار بار، خرامان بیامد بر شهریار، بگفتا که رامشگری بر در است، ابا بربط و نغز رامشگر است. بربطش هم در دستش. بفرمود تا پیش او خواندن، بر رودسازانش بنشاندن. و بنشانید این مازندرانی رو خوشنواز ماندن در ردیف نوازندگان دربار، برای رودسازان نشست کنار دست رامشگران دربار. به بربط چو بایست برساخت رود، برآورد مازندرانی سرود. میگه بدون گونه که میبایست سازشو کوک کرد، به گونه که میبایست کوک کرد، متناسب با سرود مازندرانی، و شروع کرد به خوندن. هم ساز رو کوک کرد، هم شروع کرد به خوندن. به بربط چو بایست برساخت رود، برآورد مازندرانی سرود، که مازندران شهر ما یاد با، همیشه بر و بومش آباد با، که در بوستانش همیشه گل است، به کوهندرون لاله و سنبل است، هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه گرم و نه سرد و همیشه گرازنده آهو به راغ اندرون، همیشه بیاساید خفت و خوی، همه ساله هر جای رنگ است و بوی، گلاب است گویی به جویش روان، همیشه شاد گردد ز بویش روان، دی و بهمن و آذر و فرودین، همیشه پر از لاله بینی زمین. به 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 این سرود مازندران، یک موسیقیدان بسید و شاید آهنگی بسازد بر روی این سرود مازندران، خیلی 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 زیباست. بله، همه سال خندان لب جویبار، به هر جای باز شکاری به کار، سراسر همه کشور آراسته ز دیبا و دینار و از خواسته، بتان پرستنده با تاج سر، همه نامداران به زرین کمر. چو کابوس بشنید از او این سخن، یکی تازه اندیشه افکند بن. دیوانه شد کابوس، به خصوص اینجا تأثیر موسیقی رو نشان میده. ما یک بیت شعر بخونیم. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که منوز من نبودم که تو در دلم نشستی. اینو بعدی با این سر بخونم، ولی وقتی با از بکنم تار استاد شهناز همراهش از صدای بنان، تأثیر این شعر هزار برابر از آن است که بنده بخونم. اینجا در واقع تأثیر موسیقی رو نشان میدهد در روان انسان، و ما از این گونه مثال ها بسیار داریم در تاریخ ایران زمین. وقت ما در اینجا به پایان رسید. این داستان بسیار شگفت انگیزیست. امیدواریم که خدمتتون همه داستان رو بخوانیم. با سپاس از کامران گرامی، با سپاس از امیر عزیز در اتاق فرمان، و شما نازنینان تا برنامه دیگر، این برنامه رو می‌بندیم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.